تازه مهری جدید از دست تو عطایی چه نقشه‌ای برای نجات انسان وجود دارد؟ عزیزان، آیا شما گرسنه هستید؟ منظور گرسنگی جسمی نیست، بلکه آن حس جویندگیه که در پی چیزی والاتر در زندگی می باشه. آیا در درون خود چیز عمیقی می بینید که گویا هیچگاه ارضا نشده؟ اگه اینطوره، به عیسی مسیح روی آورید. مسیح جواب شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل ششم آیه 35 می فرماید: من نان حیات هستم. هر که نزد من آید دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید. آمین. دوست من، آیا شما خود را سردرگم می‌بینید؟ آیا زندگی بی هدفی را دنبال می‌کنید؟ آیا خود را در تاریکی سرگردان می‌بینید، جایی که کسی نیست شما را به نور راهنمایی کنه؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او جواب شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل هشتم آیه 12 می فرماید: من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا روح حیات بخش راهش را روشن می سازد. آمین. دوست من، آیا هرگز احساس کرده اید که پشت درهای بسته گیر کرده اید و هر دری هم که به سوی شما گشوده می شود به سوی یک زندگی تهی و بی‌معناست؟ آیا جویای دری هستید که شما را به یک زندگی پرمعنا رهنمون سازد؟ اگر چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او جواب شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 می فرماید: بله، من در هستم. کسانی که از این در وارد می شوند نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز و خرم می یابند. آمین. دوست من، در رابطه خود با دیگران آیا خود را شکست خورده می بینید؟ آیا دوستی های شما سطحی و توخالی هستند؟ آیا به نظر می رسه که همه در پی سوء استفاده شخصی از شما هستند؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او جواب شماست. مسیح می فرماید: من شبان نیکو هستم. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 11 می فرماید: شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می شناسم و خاصان من مرا می شناسند. دوست من، آیا از خود می پرسید که بعد از مردن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از زندگی کردن برای چیزهای فانی خسته شده اید؟ آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی بی‌معناست؟ آیا طالب زندگی بعد از مرگ هستید؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او پاسخ شماست.
عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 11 آیات 25 و 26 می فرماید آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. دوست من، حقیقت چیست؟ زندگی و حیات چیست؟ عیسی مسیح به این سوالات این گونه پاسخ می دهد. مسیح می گوید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. عزیزان، همه این سوالات ناشی از گرسنگی روحانی شماست که فقط عیسی مسیح می تواند آن را ارضا کند. عیسی تنها شخصی است که می تواند از تاریکی ها پرده بردارد. عیسی مسیح دری است به سوی یک زندگی ارضا شده. عیسی آن دوست واقعی و شبان نیکویی است که شما به دنبال او می گردید. عیسی حیات واقعی در این دنیا و در زندگی آینده است. عیسی مسیح یگان راه نجات شماست. اگر خود را از نقطه نظر روحانی گرسنه می بینید، اگر احساس می کنید در تاریکی وسیعی گم شده اید، اگر زندگی برای شما بدون مفهوم است، همه و همه به این دلیل است که شما از خدا دور هستید. در کلام خدا در جامعه فصل 7 آیه 20 می‌خوانیم که می‌فرماید در دنیا آدم کاملاً درست کاری وجود ندارد که هرچه می‌کند درست باشد و هرگز خطایی از او سر نزند. آمین. دوست من، این احساس خلأ که درون قلب خود می‌بینید ثابت می‌کنه که خدا در زندگی شما حضور نداره. ما آفریده شده بودیم تا با خدا در رابطه و مشارکت باشیم، ولی گناه ما باعث گسسته شدن این رابطه شده است و بدتر این که نه فقط زندگی جسمانی خود بر زمین را در دوری از او می‌گذرانیم، بلکه برای تمام ابدیت از او جدا خواهیم بود. کلام او در رومیان فصل 6 آیه 23 می‌فرماید هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین. دوست من، آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد؟ بله، عیسی مسیح جواب این مشکل انسان است. عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت. او به جای ما مرد و مجازاتی را که ما لایق آن بودیم بر خود گرفت. عیسی مسیح پس از 3 روز از مردگان برخاست و پیروزی خود را بر گناه و موت ثابت نمود. سوال اینجاست که چرا عیسی مسیح چنین کرد؟ عزیزان، خود عیسی مسیح جواب این سوال را به ما میده. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 13 می‌فرماید کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. بله عزیزان، مسیح به خاطر محبت بیمانندش برای ما جان خود را داوطلبانه هدیه داد. عیسی مسیح مرد تا ما حیات داشته باشیم. اگر ما به مسیح ایمان آوریم و مطمئن باشیم که مرگ او بهای مجازات گناهان ما بود، همه گناهان ما بخشیده خواهند شد. در این صورت است که تشنگی روحانی ما ارضا خواهد شد. بله عزیزان، در آن صورت
تاریکی به نور تبدیل شده، یک زندگی پرمعنا و با هدف را تجربه خواهیم کرد. دوستان، بهترین دوست و شبان نیکوی خود را یعنی عیسی مسیح را خواهیم شناخت و اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ حیات جاودانی خواهیم داشت، حیاتی قیام یافته در آسمان به همراه عیسی مسیح تا ابدیت. کلام او در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌فرماید: خدا اینقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه حیات جاودان یابد. آمین.